این عکس مال جشن تولد 3 سال پیش من. من و بابا منوچهر و مامان شوکت هم اون موقع زندگی آروم و قشنگی داشتیم. البته این فقط ظاهر قضیه بود. اون دختری هم که با اشتها به کیک زل زده منم. اونی هم که کنارم نشسته و مثل همیشه مراقب همه کس و همه چیزه مامان کوکبه. اونی که با دست اشاره میکنه بابا پرویزه. بابای من و رضا با هم پسرم و هم. و قسمت جالب ماجرایی بود که هر کدوم از این دو خانواده طرف دیگر رو از بابت این مصیبت وارد مقصر میدونست. خونه تو به اون رو نزن خانمون. این شوهر تو بود ما اون چکای بی محلش کارخونه رو به اون روز انداخت و همه رو بیچاره کرد. و از قضای روزگار این دو پسرم و یه لجباز که هیچ جوری هم هیچ وقت با هم آبشون توی جوب نمی رفت تو این کارگاه با هم شریک بودن. ما مجبور شدیم همه اموالو بین طلبکارا تقسیم کنیم. بادو، یدی واقعا با هرچی داشتی بعد باد رفت؟ نه پرویز، اوضاع انقدر هم بد نیست. بالاخره تو منو داری، من تو رو دارم، ما همدیگر رو داریم. یعنی یه جوره همون با هم به خاک سیاه نشستیم. ده؟ آره. چیه؟ شما دنبال چی میگردی؟ مگه چیزی دیگه هم توی خونه لعنتی مونده که ببرید با خودتون؟ نکنه چشمتون دنبال این دوتا میخه به دیواره؟ خب اینم بکنید ببرید. عجب روی داره. تا اینکه بالاخره به خودشون اومدن و به فکر افتادن. اونا یه لیست کامل از همه فامیله و آشناهایی که میشد ازشون پول قرض گرفت تهیه کردن و عبه بطول با پسراش خانوم وفایی. خب گوهر تاج خادم بایداره نویس خانمو جان شهریاری. اون اصلا حرفشو نزن، انقدر خسیسه که واقعا یک قرون از این دستش نمیشه که. ولی خب من نوشتم. خانمو شهریاری ابوی خسیسه تا چی شو؟ یعنی خدایی اصلا هیچی پول نداریم به ما قرض بدین؟ بعدش با همه اسامی توی لیست تماس گرفتن و صحبت کردن. جواب نمیده دیستا. خب قطع کن مادر بزرگ اشرف خانومو بگیر دیگه. به کی زنگ؟ مهندسه بگیر. مهندس با پول بخوای. الو سلام مادر جون. الو. اما نتیجه کار زیاد راضی کننده نبود. با این حرف زدنت قطع کرد. ما پول میخوایم. خیلی خب خانم وفایی، دیگه اگه نمیخوایم بدین چرا برای من داستان میگین؟ و این نفر آخر کسی نبود جز عموخان شهریاری، مردی فقیر و ثروتمند و البته بدون زن و فرزند، که این اواخر شایعاتی در مورد بیماری سبوللاجش بر سر زبونها افتاده بود. ولی از اونجایی که هیچ دلخوشی از هیچ کدوم از برادرزادهاش که بابا پرویز و عمو منوچهر باشه نداشت، هیچ کس جرأت نزدیک شدن به اونو نمی کرد. ولی معلوم نیست چه اتفاقی افتاد که یه دفعه هر دو برادرزادش رو احضار کرد و ماجرا از همینجا شروع شد. رحمت. بله آقا. اون برادرزاده های ابله منو خبرش میکن. چه هنگ دیدی زدی؟ آقا بابا پرویز گفته از این به بعد باید کمتر هم دیگر ببینیم. با این که اصلا نمیتونی منو ببینی؟ بهتر؟ چیه؟ دلخوری؟ نباید دلخور باشم. دیروز مامان کوکب میگفت سب کن با یه جوانی ازدواج کنی که پول و پله داشته باشه. اتفاقا
مامان شوکت منم دیروز میگفتش که من باید باید دختری عروسی بکنم که یه جهاز درست حسابی با خودش بیاره. رضا با منی؟ بله که با تو. من همیشه با تو هم و با تو خواهم. خیلی خوب تو هم. رضا جدی میگم، با این اوضاع احوال باید چی کار کنیم؟ تو رو که نمیدونم، ولی من حساب کردم اگه روزی 6 ساعت اضافه کاری وایسم بعد 6 سال و 6 ماه باز ازدواج کنم. تو هم هیچ وقت هیچ چیزو جدی نمیگیری. راستی این دعوت خانم و شهریاری چیه؟ چه خبره؟ من که خبری ندارم. تو که مرتب بهشون سر میزنی چطور خبر نداری؟ یا خبر داری و روز نمیدی کلک؟ نه باور کن خبر ندارم. پس حتما اتفاقی افتاده. یه داره میافته. وای چی شد؟ یه سکته خفیف. صد دفعه گفتم این ابو طیره رو عوضش کن رضا. دو ماه آره دو ماه سلام. سلام. هام بگو چی شد؟ قربان میخواستم به عرضتون برسونم همه اقدامات اولیه انجام شده. شما اصلا نگران نباشید. فقط بجام. زیادی وقت تلف نکن. چشم. خداحافظ. فایده یه اون مال جمع کردن چی بود؟ هیچ. هیچ. آقا جان دکتر چی گفت؟ آقا همون که همه دکترها میگن. چی بهتر بیاد؟ مگه تو میدونی چی گفت؟ نه با خدا، گفتم خدای نکرده جسارتی به شما نکرده باشه. بطرکه چشم حسود و بخیل و دشمن. بطرکه چشم حسود و بخیل. رحمت بطرکه چشم حسود. میخوام چشم حسود رو بطرکنم دیگه. تو داری منو میترکنی؟ نه نه رحمت من اصلا نیازی ندارم. نه ببینیم داری اینجا رو کثیف میکنی. نه اجازه نمیخواد. برو تو آشپزخونه. آقا جان برو تو آشپزخونه. گفتم برو آشپزخونه. ببین لیلی خانم، من اگه یه ماشین رو نو بخرم فقط واسه یه نفر اشتغال زایی کردم، ولی به قول شما با این ابو طیاره اگه نفروشمش واسه مکانیک، نقاش، صافکار واسه چند نفر دیگه اشتغال زایی کردم. بالاخره یه نفر این مسئله باید فرما خوب کنم. خانمو خانمو وای خانمو بالاخره پیداتون شد ها؟ خانمو الهی دورت بگردم. تو رو به اون خدا بگو چه بلایی سرت اومده. من طاقت شنیدنشو دارم. خانمو خانمو الهی همین منوچ براتون بمیره که حالتون بده. خب چرا زودتر به ما خبر ندادین؟ خب به تو این مدت یه خبری هم از من میگرفتید نه؟ خانمو درد و بلات بخوره تو سرم. این چه حرفیه میزنی؟ آخه مگه میشه ما از حال روز شما خبر نداشته باشیم؟ سبکو منوش سبکو الان خودم کامل همه رو توضیح میدم. ببینید خانمو راستش ما الان چند وقته که تو نخ شماییم. نگران شماییم که حالتون بده. مگه نه منوچ؟ آره خانمو باور کنید از وقتی فهمیدیم حال شما خوب نیست من با این شوکت ده دفعه رفتیم دکتر رو برگشتیم. چرا حرف بی ربط میزنی؟ شکر خدا من صحیح و سالم و سرپام. خدا رو شکر خانمو جون چی از این بهتر؟ باور کن ما دائم جویای سلامتیت هستیم. بله ما مرتب جویاییم، خیلی جویاییم. بوی کباب به دماغتون خورده؟ با
ولی نمیدونین که خر داغ میکنن. برو بریم که اگه دیر برسیم اینا تعدیلش هم خوردن. عمو جون میگم چقدر خوب شد که شما خوب شدین. حالا چی کار کنیم که این دفعه بیشتر خوب بشیم؟ خانم چه حرفیم؟ اومدم عمو جان لب تر کنی بهتره داروها رو بیارم بالا سرت. راست میگه عمو جان، راست میگه پرویز، راست میگه عمو جان. بهترین تیم پزشکی خودم براتون ارنج میکنم. دروغ میگه خانمو، مگه تیم فوتباله میخواد ارنج کنه؟ واه هنوز از راه نرسیده، چقدر خود شیرینی میکنید. همچی ابو جان اگه لازم باشه اینقدر بالا سرتو خودمون بشینیم شب تا صبح تا شما خسته بشین و زنده بمونید. تو هنوز یاد نگرفتی به بزرگتر سلام کنی؟ جان سلام. سلام از که ادب ابو جان. کی گفت بدون اجازه سرت بندازی پایین بیای تو؟ ابو جان باور کنید اینقدر نگران حالتون بودیم که اصلا تو حال خودمون نبودیم. خانم اصلا با کی رسیدیم اینجا؟ ای حق باز، تو از کی طالب خانمو اینقدر علاقمند شدی؟ من حق بازم یا تو که همه پول کارگاه رو خرج اتینا کردی؟ هر دوتاتون. ابو جان باور بفرمایید مقصر همین آقاست. جیونه بپرم این واقع باعث شد که. خیلی خوب کافیه دیگه. حالا به موقع میرسیم؟ آره امروز امتحان دارم رضا. نگران نباش میرسونم. چیزی نمونده؟ شانس آوردید که من در یه موقعیت خاصی هستم، بنابراین میتونم یه فرصت طلایی بهتون بدم. قربوت تو برم ابو جون. چه باحال. عمو جون شما هم بفرمایید، همه ما در خدمت شما هستیم. بله بله بله. اون دوتا انباری تای باغ رو بهتون میدم که برید توش زندگی بکنید. فقط انباری ها رو عمو جون، دست شما درد نکنه. بله فقط برای یه مدتی. آقا جون درد توی سرم بخوره، انباری حیفه. آره رحمت، خودم هم میدونم که حیفه، اما خب چه میشه کرد، اینا برادرزاده های من هستن. آخه منو خیلی دوست دارن، مگه نه؟ قربون تو برم ابو جون. آره خیلی دوست دارم. خیلی. میگم عمو جان من میدونستم شما داره قلب رعوف تر از اونی هستی که همه میگن یا نشون میدید. شما خیلی باید عمو جون، قربون تو برم. خانمو ببخشید ولی من موندم، شما با این احساسات دقیقی که دارین چرا تا حالا هیچ کسی به شما زن نداد؟ خانم جان زدی میشه تو حرف نزنی. خانم جان میدونید که شوکر احساساتی میشه لکنت میفته، میگه شما با این قلب رقیقی که دارید با این احساساتتون هیچ زنی لایق شما نیست. اینطور نیست؟ بله دقیقاً همینطور. منظورش این بود. این زندگی خصوصی منه، فضولیش به شما نیومده. رحمت؟ بله آقا. محل سکونت خانم آقایونو بهشون نشون بده. چشم آقا. خانما آقایون جماعت آواره و بی خانمان به طرف انباری به پیش حرکت. بفرمایید خانم حرکت. چجوری نگاه میکنید؟ عمو جان لطف کرده جا بهمون داره. آره خب. چی رو آره خب خانم؟ طویله است، 30 سالی هست در این انباری باز نشده. رضا کجا گذاشته؟ نمیدونم همین دورو برا. پاشو خانم تو عرقمو خوش نشده اساسا رو بچین. پاشو تو جای قشنگی.
من همیشه عاشق یه همچین جایی بودم. پس قبل از من عاشقم بودی؟ حرفم پس میگیرم. فکر میکنی خانواده هامون بتونن اینجا با هم کنار بیان؟ فعلا که باید همه چیز دوباره از نو شروع کنن. ما هم باید بهشون کمک کنیم. وای رضا خیلی خوشحالم اینجا هر روز همدیگر رو میبینیم، با همدیگه هستیم. خیلی خوشحالم، خیلی خوبه. بگو ز راه دلداری من، اون را که نباشد خبر از زاری من. تو خفته به خواب ناز شبهای دراز، آیا خبرت هست ز بیداری من؟ تقدیم به نرجس گلستان. سلام شهور احمد. باشه. رضا هیچ معلوم هست تو اونجا چه غلطی داری میکنی؟ چند بار بهت بگم کاری به کار این دختره نداشته باش. آقا جون طبق قانون ما زن و شوهریم. منم میخوام قانونن شما رو از هم جدا کنم به زودی. فکر کردین دختر میدم به شما گدا گشنه ها؟ مفلسا. مخلص ماییم یا شما که کیسهاتون رو فروختین تازه اومدین برسیم به دوران، اونم با دمپایی. منوچ بهشون بگو ما اصلا از مخلصا دختر نمیخوایم. حالا فکر کن همه فهمیدن شما چی میگین. این وصلت فرخنده رو تو خواب ببینی. منوچ بله. اصلا نفهمیدن من چی گفتم. بله برای این که منم نفهمیدم. چه خبرتونه اینقدر دادا بیدادا رو انداختی؟ خجالت نمیکشی؟ چه کار به کار این دو نفر دارین؟ چرا تو زندگیشون دخالت میکنین؟ برید تو اتاقاتون همین الان. خانمو خیلی مخلصی. خیلی ممنون خانمو. شانس آوردیم ما. دقیقا ای خانمو نبود معلوم نبود چه وضع احوالی داشته. بله. آخ شرمنده من پاک فراموش کردم. چشم من اصلاحی میرسم خدمت. فضولی بغوف. یادم رفتم باید برم. کجا؟ یه جلسه مهم دارم. باش مراقب خود باش. خدافظ. راستی رضا جلسه امشب یادت نره. حتما. خدافظ. و شما فرمودید وکیلشون هستید. عرض کردم موکل من خواسته هرچه سریعتر تکلیف این ملک رو روشن کنم. من انتظار ندارم که شما از خواستتون صرف نظر کنید. با توجه به شرایط موجود فقط ازتون مهلت میخوام. متاسفم من اجازه این کار ندارم. خب با موکلتون صحبت کنید. جسارت منو میبخشید اما چرا باید چنین کاری بکنم؟ به خاطر ملاحظات انسانی، به خاطر یه سری آدم های تنها و بی سرپناه. همکار محترم اونجا خانه سالمندانه. سعی ما میکنم اما قول نمیدم. ممنون. ولی اگر نشد حکم تخلیه میگیرم. خب این حق مسلم شماست. فقط من میتونم مشخصات دقیق و آدرس موکل شما رو داشته باشم؟ به چه منظور؟ شاید بخوام باهاش مستقیما صحبت کنم. مشکلی نداره. دم خدمت.
میدونم که کارگاه از چنگتون در آوردن، زنای ولخرج جیرتون اومده و من حیث المجموع بدبخت شدید، رفت پی کارش. وقتی ازتون دعوت کردم بیان اینجا با هم صحبت بکنیم حتما خیلی خوشحال شدید، نه؟ درسته خانم، دیدن شما خوشحالی داره، نه؟ بله. پیش خودتون گفتید که خب بچه و وارث نداره و حتما ثروتش میرسه به ما، یعنی شماها. نه خانم اونطوری نیست. که البته با داشتن مغز کوچک شما زیاد بد فکری هم نیست. اینطور نیست خانم جان، سو تفاهم شده. میدونید یه مطلبی رو میخواستم نگم ولی شما مجبورم میکنید بگم. بگم خانم، دیشب خواب آقا جونم رو دیدم. خب داداش کمالم چی فرمودن؟ خانم آقا جون دست من ناراحته، بهش گفتم خدا بیامرزاتو، من که هر شب جمعه برات خورما خیر میکنم، دیگه چرا ناراحتی؟ گفت خورما بخوره تو سرت، به فکر زنده ها باش. گفتم یعنی چی؟ گفت برادرم خانم و شهریاری رو دریاب. او گفت که اینطور من خیال کردی فقط خودت خواب میبینی؟ منم دیشب خواب آقا جونم رو دیدم. دور به قبلش به بار خواده بود، دیشب خواب دیدم توی باغ بزرگ و سرسبز و پربیوه تک و تنها نشسته بود. خب داداش جمالم چی فرمودن؟ فرمودن خیلی ها خواستن بیان اینجا رو بابت شریک بشن، اما من نذاشتم. اینجا فقط جای بده و کی خادمو؟ کی؟ خب معلومه دیگه، اونجا رو برای شما رزرو کرده. بهم گفت شیرم و حلال نمی کنم اگه شیرشو؟ میدونی چه خانمو، این که بدبخت با شیر طبیعی بزرگ نشده که، تا اونجا که من یادمه با شیر خشک و شیر گاو و اینجور چیزا بزرگ شده. اون شیرو میگه قربوتو برم. بله گفت شیرش حلالت نمی کنه اگه چی؟ اگه دگبه تو که اونجا رو برای شما رزرو کرده. بله خب بعد نیست بدونی که اتفاقا منم یه خواب واسه شما دیدم. فکر میکنی خانمو واسه چی ما رو از جلسه بیرون انداخت؟ نمیدونم، خیلی کارش مرموزه. با تو که رابطهش خوبه چطور نمیدونی؟ خب با تو هم خوبه، هیچکی از اسرارش خبر نداره. مثلا امروز فهمیدم که خانمو صاحب ملک یه خونه سالمندانه، 20 سال بوده که ازش خبر نگرفته بود، الان میخواد حکم تخلیه بگیره. آخه حالا تو از کجا فهمیدی؟ خب مثل این که من مشاور حقوقی اونجا. آها میگم رضا فکر میکنی رحمت از ماجرا خبر داشته باشه؟ شاید، خانم رحمت رو خیلی دوست داره، رحمت محرم اسرارشه. پس بریم سراغش. بریم. آقا رحمت نه چی کاره ای؟ چرت میزدم. خوبه، میگم نمیدونی اون تو چه خبره؟ نه ولی خبردار میشم. کی اون وقت؟ الان دیگه وقتش. خب میدونی که من مرد متمولی هستم. بله بله. برمونکرش لنه خانمو. خب ما هم متمدن هستیم، از پشت کوه و جنگل اینا که نیومدیم بیرون. خانم متمول یعنی پولدار، یعنی مایه‌دار. شما ببخشید. آها خب البته ناگفته نماند خانمو، اگر به خاطر بعضیا نبود
به خاطر بعضیا نبود، مام الان از همینایی بودیم که شما گفتید. مگه نه منوچ؟ بله. خانوما، آقایان، اجازه بفرمایید. آقا جان داشتی میفرمودین من مرد متمولی هستم. بله. ولی این باعث نمیشه که من نمیرم. به هر حال همه ما یه روز رفتنی هستیم. خانم جون خدا نکنه. آخه این چه حرفی میزنی؟ الهی من نمیرم که اون روز نبینم خانم. کدوم روزو؟ خب اون شبا. کدوم شبا؟ ده. یعنی شما میخواد نصف شب؟ ببندین نهانتونو. هنوز چطوری نشده؟ خلاصه یک روزی اتفاق میفته دیگه آقا. رحمه. ببخشید آقا جان، معذرت میخوام. من از اول جوانیم نمیخواستم که عمرمو، زندگیمو و اموالمو با کسی تقسیم کنم. شایدم به همین دلیل بود که تن به ازدواج ندادم و هیچ وقت متأهل نشدم. شایدم کار اشتباهی کردم. ده خانمو، خیلی هم کار درستی کردید. پرویز بادو خانمو، حیف نبود که شما ازدواج نکردید؟ به هر حال الان جه تو سرازیری عمرم و برای گرفتن هر تصمیمی دیره. فقط دلم میخواست که تکلیف مال و اموال و ثروتم بعد از مرگم معلوم بشه تا هم مشکل شما حل بشه و هم مشکل من. عمو جون فدات شم، این رویه شما قابل تحسینه. یه دست به افتخار خانمو جان بزن. کافیه. چون من غیر از شما دو تا برادر زاده هیچ فامیلی دیگه‌ای ندارم که وارث اموالم بشه، به همین دلیل اموال من به هر دوی شما نمیرسه. یعنی چی؟ همین که شنیدین، فقط به یکی میرسه، یا پسر جمال یا پسر کمال. رحمت اون کاسه ی آب بیار. آب کسی نخواست خانم جان. دستور بفرمایید آقا. و بدین ترتیب خانمو از دوتا خانواده خواست که هر کدوم یکی از کاغذهای داخل ظرفو بردارن که توی یکی کلمه بودن و تو اون یکی نبودن نوشته شده بود. حالا اگر کلمه بودن به کسی میافتاد واتساپ میکرد تا اگه خانمو بیشتر از 2 ماه زنده موند ثروتشو به ارث ببره، و اگر نبودن به کسی میافتاد در صورتی دارایی خانمو رو به ارث میبرد که اون قبل از 2 ماه از دنیا بره. و این بازی عجیبی بود که خانمو شروع کرده بود. و مشکل از اونجایی شروع شد که اونا بازی رو جدی گرفتن. به هر حال بازی باید یه برنده داشته باشه. ببینید، فرض کنید این کیک خوشمزه خانم جانه، این چنگالم مایه، این کارد لعنتی هم پرویز و دار و دستشن. ما چون چنگالیم نمیتونیم مستقیما به قلب دشمن بزنیم. حالا اگر این قلب علیلم باشه فرقی نمیکنه. پس باید چی کار کنیم؟ باید یه حمله گازنبوری و ضربتی از پشت سره حمله کنیم. ببین آ آ ببین تمام با تو هم رضا. ای منوچ، یعنی اونی که خوردی خانمو بود؟ آخه چجوری دلتون میاد؟ این حرفا چیه مامان؟ راجبه کی حرف میزنی؟ ابو منوچهر دخترم. یعنی میگین عمو منوچهر ممکنه دست به کاری بزنه؟ نه، امکان نداره، اصلا فکرش هم نکنید. هیچکی مثل من اون باربولک رو نمیشناسه. راستشو بخوای با جفت بود مثل هم فکر میکنیم. منظورتون چیه؟ خب اگه منم جای او بودم الان تو فکر ای بودم که یه نقشه درست حسابی بکشم تا خان ابو. بابا چرا متوجه نیستی؟ وقتی قراره یه نفر یکی 2 ماه دیگه بمیره، یه روز 2 روز این برونبرش چه فرقی میکنه؟ بابا اگه فقط یه روز از عمرش باقی باشه و شما خدای نکرده بخواید کاری بکنید که اتفاقی براش بیفته، طبق قانون قتل عمد محسوب میشه. قتل عمد کدومه پسر؟ ما فقط میخوام حالات روحی و جسمی خانمو رو تغییر بدیم، همین. بابا و زهر مار، تو که مثل من یه شب دار و ندار رو تا دست نداده.
خب روش زندگیتون غلط بود. ببن اون دهنتو، روش زندگیتون غلط بود. ببین باید حسابی حواسمون جمع باشه، نباید بذاریم یه تار مو از سر خانمو کم بشه، فهمیدین؟ لطفا دست بردارین مامان. یعنی تو نمیخوای خادمو زنده ببوده؟ البته که میخوام، تازه دلم میخواد بعد از دو ماه هم زنده بمونه، تو هم دنیای ما درست بشه، هم آخرت عمو منوچهرم. حق داره بادو، هرچی باشه پدر شوهر آیندهشه. بله بله. چی شده؟ تا حالا که با ازدواجم هم مخالف بودین. خب با فکر کردیم برای تو شاید هیچ کس بهتر از رضا که فابیل بودم هست پیدا نشه. بذارین یه چیزی رو براتون روشن کنم. اگه فکر کردین از طریق رضا براتون جاسوسی میکنم، کاملا در اشتباهین. من و رضا هیچ چشتاشی به مال دیگران نداریم. سلام، چطوری؟ میتونی حرف بزنی؟ آره، اونجا چه خبره؟ تو فاز برنامه ریزی هم برای عملیات. اینجا هم همینطور. بعدم بهت زنگ میزنم. الو، کجایی تو؟ چرا گوشی تو جواب نمیدی؟ علیک سلام، لابد نتونستم، اوضاع خراب بود، مجبور شدم گوشی رو قطع کنم. چرا؟ مگه چی شده؟ بابام بهم شک کرده. فکر میکنی خبری بشه؟ آره، فکر کنم امشب میخواد یه اتفاقی بیفته. خب بعد چی کار کنی؟ یواشکی ندا رو به رحمت برسون، بگو هوای خانمون رو داشته باشه. میشه روش حساب کرد؟ آره آره، مطمئنه. بهش بگو پیغام از طرف رضا است، خودش آخر خط میره. هیچ معلوم است داری چی کار میکنی؟ دقیقا ده، ولی تقریبا دارم یه منطقه کاملا عبد برای خانمو درست میکنم. دشمن نفوذیه، از بیرون که نمیاد. به اینجاش فکر نکرده بودم، ولی به هر حال کارت بوکبکاری ابده بکنه بارو. ببین اونا رو بلش کن، چند تا سیدی گرفتن که خیلی به درد کارمون میخوره. رحمت. بله آقا جان. یه اینجا ببینم این داره چه کار میکنه، چرا سیم خاردار میکشه؟ واسه دزده آقا. دزدا؟ بله دزدا، واسه دزدا میگه که بیرون نرن. بادو، بعد میتونم چند تا بید دستسازم اطراف عبارت خانمو کار بذاره با، خیلی خوب بشه. ابله، ما میخوایم جونش رو نجات بدیم، نه اینکه به کشتنش بدیم. بله. بابا یکم این فکرتو به کار بنداز، الان دوره جنگ نرمه، با پنبه سر میبرن. بادو اگه خونریزی در کار باشه من یکی نیستم. شوهر نابغه من، منظورم اینه که با تاکتیک و طراحی باید جلو خطرشونو بگیریم. گرفتم، همون که گفتید پنبه دیگه تا ته خطو گرفتم. آره آره مطمئنم گرفتیم. سلام. سلام. ببین آقای شهریاری. ممنون. خانم گلستانی کجاست؟ فکر میکنم توی اتاقشون باشن. به اونهاش اونجا. ممنون. خواهش میکنم. سلام. سلام پسرم، چه خبر؟ والا خبر خوبی ندارم.
بگو ببینم چی شده. با وکیل صاحب ملکتون صحبت کردم، قانع نشد. یعنی تخلیه؟ متاسفانه بله. بهتون که گفته بودم همه چیز قانونا به نفع اوناست. خب طرف ملکشو میخواد. ببینم شما صاحب ملکتون رو میشناسی؟ نه اصلا ندیدمش. راستشو بخوای نمیدونم کیه. ما همیشه با وکیلش طرف بودیم، ولی هر کس باید آدمی دل سنگی باشه که حاضر یه مچ آدم سالمند و دل شکسته رو آواره کنه. تو فهمیدی کیه؟ حقیقتش زیاد مطمئن نیستم، ولی یه حدسایی میزنم که اگه درست باشه جای امیدواری. جدی میگی؟ میشناسیش؟ تا حدودی. خب کیه؟ عموی پدرم. خب این که خیلی خوبه، عالیه. خب باهاش حرف بزن. آخه خانم گلستانی قضیه به این راحتی که میگید نیست. مگه فامیلت نیست؟ فامیلم هست، ولی آخه چجوری بهتون بگم، من زیاد این آدم رو نمیشناسم، نمیدونم تو سرش چی میگذره، نه خودش نه اطرافیانش. الو لیلا، چرا تلفنتو جواب نمیدی؟ ببخشی اینقدر خسته بودم از هوش رفتم. به آقا رو خوب شد ما یه کاری به تو سپردیم. بابا مامانت کجا؟ همین زدم به چاک. میشه بپرسم جناب علی داری چی کار میکنی؟ فیلمش خیلی قشنگه منوچ، خیلی. بابا فیلمش قشنگه کدومه؟ اومدیم اینجا آدم بکشیم، چرا متوجه نیستی؟ خدایا من عدسی نزدم. خوردی بادو ببین رو ولش کن. بودو بودو بریم بگیریمشون. بایستا بردار دیگه. کسی نیست. پس قاتلا کجا هست بفادو؟ نمیدونم. حالا باید چیکار کنیم؟ نمیدونم. فکر کردم فقط بنده میدونم، شما که نمیدونم.
هما به قصه دیگهشو دیدم تا اینجاشو بلدم. داده بیدو چپ؟ ادب چپ. این حرکت تدافعیه، واسه زمانی که دشمن از روبرو حمله میکنه. دختر دازدیدم، چطوری بابا؟ حالت بهتره؟ ایشون حالشون خوبه خوبه. لطفا شما به تمرینتون ادامه بدین. او الان وقت زنگ بود آخه. کیه؟ چی بکنم منو شدی؟ خیلی خوب، خدا باعث بانی رو به درک واصل کنه. فقط نفهمم که کی بوده، یک بلایی سرش بیارم که ندونه از کجا خورده. اینا رو سرم داره میترکه. سلام. علیکم السلام. اگر من میدونستم که دیشب کی زد تو ملاجم خیلی خوب میشد. ببینم منظورت به کیه؟ وا چرا من نگاه میکنی؟ من کار به این کارا ندارم. من فکر میکنم دیشب یکی به من نظر برداشت. منم باهاش موافقم. نیکی جنابالی هزار ماشالله خیلی خوش ترکیب و خوش هیکلی. اینی که بهتون نظر دارم. میگم مثل اینکه حالتون خوب شده بابا. آره بابا. پس من برم به کارام برسم. فقط دوروبر اون دختره نپلکی. به هر حال آقا باید ضارب دیشب شناسایی بشه. من چه میدونم که. برو از اونایی بپرس که یواشکی میرن خونه خانمو، اونم نصف شبا. با کی بلبل خوش الهان؟ با شما؟ معلومه با شما. با شمایی که میرین فیلمای غیر کلوفی نگاه میکنی. دهی که شما فیلمای غیر کلوفی نگاه نمی کنی؟ آقا جون چرا جهر و بس میکنی؟ چرا اینقدر کلوفی کلوفی میکنی؟ قربونت برم. باید ببینیم این فیلمای سر چهار راهی رو کی توضیح میکنه. مشکل اونجاست. بله دقیقاً. توضیح کننده ها همینان دیگه. خودشونن. آدم ها رو به راه بد میکشونن. دنیا ببین چه گنده، کور به کچل بیخنده. یدی شغاله؟ یدی؟
یعنی چه کاسه ای زیر دیپ کاسه شده؟ ای داوردا، میخواد خانه بوی بیچاره ای بده معتاد کنه. چیکار میکنی بابا؟ بگرد جنازه برد چی؟ یقه رو ول کن، نمیذارم بری. آقا پرویز شما این که بابا، این چه رسم مهمون نوازیه؟ داده بقیه غریبه بازی در ریا، خودم دیدم اونا چی بود دادی به بدوچ. بابا دم شما گرم، یعنی میخوای آدم فروشی کنیم؟ چیزی ندادم. چقدر میخوای تا زبودت باز بشه؟ بابا نره، همون شو یک زمان مواد مخدر رو برای چی میخواست؟ بابا مواد مخدر نبود، کلاس کارمون رو نیار پایین. بابا من دیگه تو کار خلاف نیستم. جود ابد راستشو بگو. مرگ سوسک. مرگ سوسک دیگه چه گفتی؟ مخدر جدیده؟ نه بابا، مواد مخدر کجا بود؟ یه نوع ماده سمیه برای دفع انواع سوسک و حشرات مضر. دروغ میگی. نه اینا، اینم کارت مغازم. تشریف بیار در خدمت باشی. راست میگی؟ آره بابا. برو گفشو. دیگه جا پیدا نشه. برو. راست. به بوهد بیه خبر بعد. ببین هیچ خبری مهمتر از این خبری که من میخوام بدم نیست. الو رضا، خوبی؟ آره تو خوبی؟ گمونم داره یه اتفاقایی میفته، خیلی رفتارشون مشکوکه. آره منم آمارشو دارم ولی نمیدونم چه خیالی دارن. تو رو خدا حواست باشه رضا. باشه. لیلا تو هم مراقب باش. بادو خیلی مهمه، خواهش میکنم. ببین این خبر چون مال منه مهمه. شما که پدر برادر بودید، بفرمایید. ببین خانم رو میخوام بکشن، اونم با یه چیزی. ده میخوان خانم رو بکشن؟ پس تو چی غلطی میکردی ابله؟ بعد میخوان خانم رو بکشن، اونم با برگ سوسک. بعد تو این قضیه رو از کجا میدونی؟ از فروشنده برگ سوسک. خودم دستگیرش کردم. خب حالا خدا رو شو یه چیزی از شما دیدیم ما. وقت جس گرفتن نیست، باید بریم جلو قضیه رو بگیریم. کجا؟ بریم جلوشو رو بگیریم. اونجوری که نه، بیا. پس چه جوری؟ اونا احتمالا میخوان تو جلسه امروز کار خانمو رو یک سره کنن. بعد ما باید چی کار کنیم؟ درست سره به زنگا، یعنی وقتی میخوان خانمو رو مسموم کنن ما میریم و قضیه رو لو میدیم. بعد چی بیشه؟ آی کیو تو منو کشتی با این هوش و ذکاوتت. خب معلومه منوچ و دار و دستش تا آخر عمرشو میفتن زندان آب خنک میخورن، ما هم تا آخر عمرمون خوشبخت خوشبختی. ده امروز برای این خواستم بیاد اینجا که یه خبر مهم رو بهتون بدم. نمیدونم آمادگی شنیدنش رو دارید یا نه. خانم جان این چه حرفیه میفرمایید؟ شما امر بفرمایید، همه ما سراپا گوش. از شوکت کجاست؟ شوکت. شوکت؟ بله خانمو. بله اومدم. بفرمایید. شربت. شما چرا زحمت کشیدید؟ خودم درست کردم. خانمو بفرمایید. دستت درد نکنه دخترم. نوشه جان. نه 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 اون نه. سفارشی براتون درست کردم، اون یکی. نه نه نه. گمونم یکی. چه فرق میکنه؟ نشد ما یک کار به تو بگیم بروسو برمون برو. حرف نباشه. و باز طبق معمول من و رضا رو به این گونه جلسات پشت درهای بسته ممنوع الورود کرده بودن. چون من هر دوتا برادر زادم رو به یه اندازه دوست دارم، بنابراین شرایط عوض میشه. یعنی این که
جای بودن با نبودن عوض میشه. به این معنی که اگر من تا پایان دو ماه زنده موندم، تمام ثروتم به منوچهر میرسه، و اگر عکس این موضوع اتفاق افتاد، یعنی من مردم، طبیعتاً تمام املاک و ثروتم به پرویز میرسه. با این قانون از همین الان قابل اجراست. رحمت؟ بله آقا. بنویس. چشم. بشر معطلی؟ بله. شربتتون رو بخورید. میدونید خانم و جان، من که اشتها ندارم. اوی بله بله یودنم درد. منم که رژیم دارم. چشم، همه بخورن، من خیالم راحت بشه که با خودشون تعارف ندارن، من آخر سر. حرف نباشه، همه باید بخورید. بردار لیوانتون رو، بردار. پرویز، رحمت، من بعد از همه با هم بخورید، بخورید. میگم شو کرد ها، فکر میکنی کی بمیره؟ اگه شانس ماست که خانمو میمیره. به زبونت کاس بگی زن، خانمو میمیره. وا رضا کجاست؟ بچم واسده اضافه کاری. آخه اضافه کاری؟ حالا چه وقت اضافه کاریه خانم؟ من چه میدونم منوچ. ها بدوچ و شوکت که زدد، برا کوکبم که زدیم، رحمتم که خودم توی حیات دیدم. پس نتیجه بگیریم شربت و خود خادمو خورده. یعنی خود خوشبختی. ببین پرویز، هر جو شده باید بری از حال خانمو سر در بیاری. با نه من معلوم هست شما ها دارین چی میگین؟ لیلا خانم، اصلا این فضولی ها به شما نیومده. وا مامان، هرچی از تون جلسه اتفاق افتاده درسته؟ آره دختره. پرویز، بهتر کاری که بهت گفتم بری انجام بدی، فهمیدی یا نه؟ چشم بادو. بفرمو. رهبت، رهبت، آقا رهبت، خادمو چطور شد؟ برد؟ مرد نایسابی، این دریوری ها چیه میگی؟ یعنی خادمو نبرده؟ سالمه؟ تو یکی اصلا نگران نباش، سالم و سالم شروع برو گنده. نه یازده. خب الان کجاست؟ بفرما بیم نشونت بده. نه چیه رحمت؟ پرویز آقا، پرویز، بیا آقا. شب بخیر ابو جان. شب بخیر. آن چیه؟ باز دو مرتبه خواب آقا جونت دیدی؟ بله، خواب بد دیدم، گفتم یه وقت بد تعبیر نشده باشه، اما مثل که شما چیزی تو نشده هدوز، یعنی الهی شکر حال تو خوبه. پس تو مرتبه خواب دیدی. خب مشکل چیه؟ مشکل بعد. بنده که گشت آقا، چه آشغالی بود به ما فروختی؟ آقا پرویز، باز که شما این بابا. پس میخواستی کی باشه؟ حالا چی شده؟ این چه برگ سوسکی بود تو بابا دادی؟ چی شد مگه؟ عمل نکرد؟ در خیر، هیچ تأثیری نداشت.
به من چه ربطی داره؟ حتما عمرشون به دنیا بوده دیگه. چرا حرف بی ربط میزنی؟ عمرش به خدا بود. داروی تو تقلبی بوده. داروی من تقلبی نبود. اینا همش اصل اصله. هر کی برده راضی بوده. تازه جنس جدیدم 5 ماه دیگه میرسه. برده شور خودت جنست ببرم. بعد یه فکر دیگه ای بکنم. این رأی نهایی دادگاهه. برای یه سری ملاحظات ترجیح دادم به جای مأمور دادگستری خودم بیام خدمتتون. خدا نگهدار. خدا نگهدار. پس بالاخره کار خودشو کرد. سلام. سلام. حالا شما مشاور حقوقی ما هستی، بفرمایید چی کار باید بکنیم؟ من هر کاری از عهدم ساخته بود انجام دادم، به جز یه کار. خانم گلستانی، به خدا من هنوز نتونستم باهاش صحبت کنم. فایده ای نداره، خودم باید ببینمش. فقط شما یه قرار برام بذار، باشه؟ باشه، چشم، انجامش میدم. سلام لیلا، خوبی؟ کجایی؟ کارمون در اومد، سر قضیه خانمو و سرای سالمندا. هر جور شده باید این قضیه قرار ملاقاتو جور کنیم. نه نه نه، تمام. آخه چرا؟ برای اینکه من فعلا تصمیمی راجع به اون باغ و ساختمان ندارم. در این زمینه هم با هیچ کس مذاکره نمی کنم. عموتان، اگه شما یه بار، فقط یه بار می اومدین زندگی این آدم های تنها و بی سرپناه رو از نزدیک می دیدین که به چه سختی زندگی می کنن، به خدا این حرف رو نمی زدی. آخه چرا؟ مگه چشونه؟ آخه تنها چیزی که تو زندگیشون دارن همین سقف و بالای سرشونه و آرزوی دیدن کسایی که دوست دارن. نمیدونم چی بگم. نمیدونم. عموجون، حداقل ببینینشون. کیو؟ مدیر اونجا رو. چی هست؟ شما میبینینشون؟ عمو جون، شما دوتا خیلی ناقلن. میدونین من دوستتون میدارم، از موقعیت سوء استفاده میکنم. عمو جان، بسیار خوب، بگین بیادش. آخه عمو، میدونین چه؟ ما قبلا بهشون گفتیم که بیاد. سلام. سلام خانم گلستانی، خوش اومدی. قربونتون، ببخشید مزاحم شدم. اختیار دارید. قربونتون برم. بفرمایید. آی دیلا. بله بابا. بله، به تو رضا دارید چه غلطی بکنی؟ شما کجا فهمیدی؟ خیال کردی کار برخوصا کردن توته هاست. سلام آقای شهریاری. سلام خانم. ایشون بابامه، اون آقای شهریاری نیست. آه، خوشبختم. بفرمایید. با اجازه. خواهش. بفرمایید. ببخشید آقا، هیچ معلوم هست این دختر خانم جنابالی چه غلطی داره میکنه؟ داره با پسر جنابالی خونه خرابه بود میکنه. من میگم یه کاسه زیری میکاسه هست، حالا ببینید. ای بابا، این پسر پاک زده به سرش. ماشالله ماشالله، پسر منه دیگه. بادو، دگران نباش،
هر اتفاقی هم که بیفته خادبو زیر قولش نبیزده. بابا اگه همینجوری پیش بره چیزی واسه تقسیم ارث باقی نمیمونه. من کاری به این حرفا ندارم، میگم هر چه زودتر باید یه فکری برای این پیرمرد بکنیم، وگرنه یا کار دست خودش میده یا کار دست ما. سب کن منوش، من میگم بهتره که فکرامونو بذاریم دور هم، بعد ببینیم چی میشه. مگه تو فکرام میکنی؟ نمیفهمم چی میگی. کوچب خانم، حالا وقتی حرفاست، شما بهتره برید هر تلاشی بلدید انجام بدی. من یکی حاضر نیستم تنها شانسی که برام پیش اومده به این راحتی از دست بدم. پس مواظب باش بدشانسی دیاری. بشین ببینیم بابا. ببینیم پرویز ولشون کن بابا. آقا جان مهمانتون اومده. بله مهمون سر زده. بالاخره اومده دیگه. باش حرف زنیم. آقا جان خوبیت نداره. ببخشید. سلام عرض کردم. سلام. سلام علیکم. خوش اومدین بفرمایید. سلام. گلستانی هستم. نرگس گلستانی. خانمو چطور شد؟ آقا جون چی شد؟ چی شد؟ خانمو چی شد؟ مثلا الان تو خیلی نگران حال خانموی نه؟ میخوای باور کن میخوای نه، ولی من خیلی نگرانم خیلی. نه توطئه ای نه دسیسه ای، نه چک زدیم نه چونه، عروس اومد بخونه. اینطوریه؟ فعلا که دور دور توست، بچرخ تا بچرخیم، بالاخره نوبت ما هم میشه. فعلا با دومت گردو بشو. آقای دکتر دستم به دامنت. چی سر خانمو جان ما اومده؟ آروم باشین دکتر. چی شد؟ یه سکته خفیف کرده. خدا رو شکر به خیر گذشت خانم. خدا رو شکر. ببخشید دکتر جان، من یه سوال علمی داشتم. اگه انسان سکته بکنه وقت آدم بهش نرسه چی میشه؟ هیچی نمیشه. یعنی ما نمیذاریم آدم به دادش نرسه دکتر جان، ما میریم و به دادش هم میرسیم. قربوت تو برم. میخوام 70 سال سیا نریم. به هر حال خوشبختانه خطر رفت شده و حالش خوبه. نرگس کیه؟ نرگس منه. ایشون میخوان شما رو ببینم، فقط سعی کنه هیجان زده نشه. منو؟ نرگس خانم بفرمایید بفرمایید. هیچ معلوم است اینجا چه خبره؟ سلام. 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 حال شما؟ سلام. خیلی خوش اومدید. غذا چی به اینا میدین؟ برنامه غذایی هفتگیشون رو دیوار نصبه. غذای بدی نیست، اندازه بودجه ماست، خود ما از همون غذا میخوریم. اون وقت پسر و دخترای بی غیرتشون هم میان سراغشون؟ تازه که میارنشون، دختر، پسر، داماد هفته یک بار میان یه سری بهشون میزنن، ولی بعدن یادشون میره. وقتی میارنشون بهشون قول میدن که تنهایشون نذارن، ولی بعد فراموش میکنن. ولی خب ما همدیگر رو داریم. چه خوب که همدیگر رو داریم. تنهایی خیلی تلخه، خیلی.
حتی اگه آدم بیشترین ثروت دنیا رو داشته باشه. خب رضا جان بریم. بریم دخترم. از این که به خونت برگشتی خیلی ممنونم. خونه من؟ پس کی؟ نه، مال شماست، مال همه شما. یعنی؟ بله، و برای همیشه. ممنونم خیلی. خب نقشه چیه؟ خیلی خب هولم نکن، برای جلسه امشب او بیزدار خوری رو بیاریم اینجا، این صندلی رو بیزاریم برای خانم. خب بگو. خب خب خیلی خب. بعد دوتا سیب برق قبلا اومدم از اینجا از زیر فرش رد کردم تا دم پیریز. میخوای روشنش کنی؟ بخواب امشب خانمو رو خدا رحمتش کنه این مفضولم آوردم وصل میکنم به این سیبا. خب یه برنامه ریزی کردم که امشب رأس ساعت 21:25 و 20 ثانیه یعنی درست 4:40 به شروع جلسه فیوز برق بپره. باریکالله، انگار فکر شوهر منم فعال شده. نه خب بعدش؟ بعدش شما اون دو شاخه برق رو بیزنی تو فریز. من؟ شما دیگه به خاطر اینکه شما بیشتر اون صندلی از همه به پیریز نزدیک داری. خوشم اومد. سلام. اجازه است بشینی خانم؟ نه خیر. شوکت؟ بله خانم. دخترم تو رو صندلی اول بشین. چشم خانم، چشم. منوچهر؟ بله خانم. پلوی شوکت. برای چی خانم؟ برو بشین. چشم. رضا؟ بله پسرم، پرلوی منوچهر. چشم. لیلا جان بیا اینجا بشین دخترم. کوچه؟ بله. اونجا صندلی اول. چشم خانمو. و تو پرویز اینجا. اینجا؟ بله اینجا. اینجا که جای شماست. نه خیر، جای شماست. بفرمایید اینجا بشین. بشین. جر و بس نکن دیگه، وقتی خانمم میگه بشین بشین. بس سرپا سرپا بشیدم. سرپا که عیبه. بفرمایید کمرم درد. بشین آقا پرویز. رحمت بفرمایید آقا. ده بشین. بشین آقا، بشین بینیم آقا. بشین. خب جلسه امشب رو یه چند دقیقه زودتر شروع میکنه. نور اینجا خیلی کمه، یه نور کمکی میخواد. دخترم کوچب تو که نزدیک پریز برق نشستی لطفا اون دو شاخو بزن تو پریز برق. چی شد؟ من عمو جان. شما دوتا زن شوهر چرا انقدر امشب با من جواب سوال میکنید؟ نه عمو جان. دو شاخو بزن توی پریز برق. چشم. ابله کنش بهتر از این نمیشه. دبادو دزد دزد بادو. Ha 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 ha!
خب میبینی که هیچ اتفاقی نیفتاد، فقط چند تا لامپ آباجور روشن شد. من مثل بعضی ها نیستم که به صندلی مردم برق رسانی بکنم. اینا رو میگه. یا مثل بعضی ها نیستم که تو شربت مردم مرج سوسک بریزم. نمیدونم بابا شما من آدم کش نیستم. از همون روز اول چه شما آمده توی این خونه، من همه چیز و همه کار شما رو زیر نظر داشتم. شما بودید که از هیچی خبر نداشتید، به اشتباهات خودتون پی نبردید. من تو همه جای این خونه میکروفون کار گذاشته بودم. قاعدتا من باید شما رو تحویل قانون بدم، به پلیس معرفی بکنم، اما نه، من شما رو به حال خودتون میذارم تا بلکه به اشتباهات خودتون پی ببرید، بلکه اشتباهات گذشته خودتون رو جبران بکنید، از اون درس عبرت بگیرید. البته خود منم در زندگیم زیاد اشتباه کردم. یکی از اشتباهات بزرگ من این بود که مالی جمع کردم که خیرش به هیچ کس نرسید. نتیجه چی بود؟ همین که میبینید، هیچ، تنهایی، بیکسی. اما حالا تصمیم گرفتم جبران کنم، بنابراین تمام ثروتم رو به این دوتا جوون گلم میبخشم که تو این مدت کاملا شناختمشون و میدونم که نیتشون خیره و برای همه مفیدن. تا امروز اینها برای شما کار میکردن، از امروز به بعد شما برای اینها کار میکنید، البته درست و آبرومند. اما وصیت آخر من برادرزاده های عزیزم، با هم دوست باشید، دشمنی ها را کنار بذارید تا پیروز بشید. آخه خانم مریضیتون. تمام آزمایش های من منفی بوده، من صحیح و سالمم. خدا بشید. درد بلند بخوره تو سرمون خانم جان، چشم بد لعنت. ممنون. امیدوارم که به پای هم پیر بشید. مبارک باشید. زنده باشید. مبارک باشید.